آشپزی و نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه مربای به هستش. مربای به از انواع مرباهای خوشتم و خوشمزه هستش که شما میتونید این مربا رو در فصل پاییز تهیه کنید. این نوع مربا با روش‌های متفاوتی تهیه میشه. این مربا طعم و عطر بی‌نظیری داره و شما میتونید این مربای خوشمزه رو با کره نان میل کنید و از طعم بی‌نظیر آن لذت ببرید. مواد مورد نیاز برای تهیه مربای به. به نیاز داریم 750 گرم. شکر هم باید همون به میزان به باشه، حدود 750 گرم. اگر به ما شیرین نبود میتونید 100 گرم شکر رو بیشترش بکنید و اضافه بکنید. یک قاشق غذاخوری آب لیموی تازه نیاز داریم. گردوی خرد شده در صورت تمایل به اندازه لازم. هل هم به میزان لازم که به جای هل شما میتونید از چوب دارچین و یا گلاب هم استفاده بکنید. ابتدا به رو کورکاشو کامل میگیریم، تمیز میشوریم و خشکش میکنیم. بعد از اینکه تمیز شستیم و خشکش کردیم میایم به رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنیم. بهی که انتخاب میکنید سعی کنید خوش عطر باشه، رنگش تقریبا زرد باشه. 4 قسمت میشه. اینجا میام این دونه هاش رو جدا میکنیم و قسمت سفت به رو. به رو هم میتونیم پوست بکنیم هم با پوست مربا درست کنیم. بعد که جدا کردیم به هر شکلی که دوست دارید میتونید خوردش کنید. میتونید به این شکل باشه، ولی ضخامتش سعی کنید حدود 1 تا 2 سانت باشه. شما میتونید به رو قالب هم بزنید به این شکل. هر شکلی که دوست دارید میتونید در بیارید. رو به این شکل خورد کردم. ظرفی که برای آماده کردن به استفاده میکنیم میتونه استیل باشه، میتونه لعابی باشه، ولی بهتره که برای مربای به از ظرف مسی استفاده کنیم به خاطر اینکه در خوش رنگ تر شدن مربا کمک میکنه. ابتدا به های خورد شده رو داخل ظرف رو می‌ریزیم. بعد برای اینکه له نشه مربامون میایم شکر رو روش می‌ریزیم. بعد از اینکه شکر رو ریختیم آب رو اضافه میکنیم. به قدری آب اضافه میکنیم که روی به رو بگیره و 2 سانت بالاتر از به باشه یا حدود یه بند انگشت. ببینید آب روی به ها رو گرفته. بعد روی حرارت ملایم گاز میذاریم. روی حرارت ملایم گاز قرار میدیم و درش رو میذاریم تا زمانی که به جوش بیاد. دونه های به رو هم با مقدار کمی آب ولرم خیس میکنیم تا به صورت ژله در بیاد و بعد داخل مربا بریزیم، چون به لعاب انداختن مربا کمک میکنه. گردو رو به این شکل با دست خورد میکنیم به هر اندازه که دوست داریم. هلا رو هم باز میکنیم و دونه هاش رو جدا میکنیم.
بعد از اینکه به جوش اومد حرارت رو کم میکنه. گردو و هل رو بهش اضافه میکنه و سعی میکنیم از قاشق چوبی استفاده بکنه. درش رو دوباره میذاریم به همین شکل 30 دقیقه دیگه باقی بمونه. بعد از 30 دقیقه که به ها کمی نرم شد میایم دونه های به رو که توی آب ولرم خیس کرده بودیم و به شکل ژله در اومده بود از صافی عبور میدیم و اضافه میکنیم به مربامون. این باعث میشه که لابه بهتری بده. بعد از این مرحله دم میکنیم با حرارت خیلی پایین حدود 2.5 تا 3 ساعت به همین شکل میذاریم که روی حرارت باقی بمونه با حرارت خیلی کم، ولی گاهگاهی میتونیم سر بزنیم و هم بزنیم ببینیم چطوره میزان غلیظتش. وقتی که مربا قوام اومد آب لیمو تازه رو اضافه میکنیم و 10 دقیقه دیگه میذاریم روی حرارت بمونه. مدت زمانی که نیاز داره تا مربای به آماده بشه بستگی به نوع و جنس قابلمه هم داره. رویی باشه استیل باشه فرق میکنه مدت زمانش. زمانی که روی مربا حباب میزنه متوجه میشیم که مربای ما به قوام اومده یا مربا آماده شد. از روی حرارت برمیداریم، درش رو به همین شکل میذاریم تا چند ساعت دیگه تا کامل سرد بشه. مربای به آماده شد. شما میتونید این مربا رو داخل شیشه تمیزی بریزید، درش رو ببندید داخل یخچال یا بیرون از یخچال نگه دارید. امیدوارم شما هم این مربای خوشمزه رو آماده و میل بفرمایید. اگر خوشتون اومد ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.